یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اگر در قرآن کریم ما ای آیه رو مطالعه کنیم، خواهیم دانست که خداوند برای مرد و زن حقوقی را در میراث تعیین کرده است که ما به عنوان یک فرد مسلمان باید به آن توجه داشته باشیم. خیلی از افراد هستند که به حقوق مرد توجه دارند اما به حقوق زن در میراث توجه ندارند، در صورتی که در قرآن در سوره نساء خداوند می‌فرماید که ما برای مرد و زن حقوقی را تعیین کردیم، پس سعی کنید که حقوق آنها را مراعات کنید. و البته زن نسبت به مرد در میراث مقدار کمتر ارث می‌برد و مرد دو برابر زن ارث می‌برد. پس علت این است که حکمت‌های خاصی در آن نهفته است، به خاطر اینکه مرد نفقه و همچنان مهریه را به دوش دارد و امثال هم که زنها به دوش ندارد. بخش اول برنامه رو میبینیم، با شما هست. الله متعال بدکاران را در قرآن سرزنش کرده میفرماید شما میراث دیگر وارثان را به ناحق میخورید. میراث حق فرزندان متوفا هست. فردی که وفات کرده است، فرزندان او حق دارند که میراث ببرند. اما در برخ از موارد دیده می شود که مردم فقط توجه به ارث پسر دارند و متوجه این هستند که پسر چقدر ارث و ملک می برد و به دختر توجه خاص ندارند و حتی خیلی از مردم هستند که به دختران خود میراث نمی دهند، در صورتی که خدا و پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور و سفارش بر این دادند که شما میراث دختر را نیز بدهید. و افرادی که این کار را نمی کنند در واقع قرآن و سنت پیامبر را مطالعه نکردند. اگر ما قرآن و سنت پیامبر را مطالعه کنیم، خواهیم دانست که هم زن و هم مرد دارای حقوقی است در میراث. راجع به همین موضوع برنامه آماده کردیم. همکارای عزیز ما رفتن در سطح شهر با موبایل صحبت میکنن راجع به موضوع میراث زن. واکنش مردم رو ببینیم که چگونه هست. با شما هستم و دوباره برمیگردم. نه، یه گروپیه نمیدون. باور کن اگه یه گروپیه چیز عزیز باشه به خونه عزیز بره، چی حق داره دختر؟ چی حق داره؟ حق نداره دختر که چی بگم عزیز؟ نه 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 نه، باور کن. من چی بگم دیگه؟ من از این بالاتر بگم دیگه، دیگه برای من اعصاب نمونده. یعنی همین کار ال خون بپا میشه دیگه. من چی بگم؟ ال خون بپا میشه به کل. من عمو از اون میراثم تیرم، ولی به عمو جه استاده مجوم خوام تیرم، نمیذارم که به خونه همین دو خواهر یک روپیه حساب پول بره. سیکو پدر جان من، نور چشم من، ما عمر خو زحمت کشیدیم، دو تا برادریم، ما خود اینا زحمت کشیدیم. اجی برادر یک لازم وقت شما میگیرم، خیلی ببخشید، مشکل دارم. خدام پدر خوب رو داره، سه تا برادرم ما، دو تا خواهر، عمر خورما زحمت کشیدیم، به زینا به حساب جمع کردیم، خوشکتر کردیم اونا رو. حال همین پنج لحظ روتیه ای میراث داره، ما به دو تا خواهر داریم، این میرسه ای چی رقمه؟ آخه ما زحمت کشیدیم پول بره به خونه به چه مرتبه؟ که این خیلی کاره. انا ما پدرم نور چشم من، خدا همین نفر هم صحبت کنیم شما، من که ماه مبارک رمضان دیگه از دیشب به من اعصاب نمونده، از بس من قیق میکشم و فلان و بسار. انا شما خود شما گپ زنید خدا از اینا. وقتی برادر دیدیم که با گوشی داره صحبت میکنه، داره حق نمیده، میگه خانم چرا حق بده؟ من دختر رو دادم دیگه، خونش اوبر رفته، چرا حق بدم دیگه؟ از اینجا که برحال حق خور بگیره. شما چی حس به شما پیدا شد؟ چی گفته به تعدیل خود که چرا این کار رو میکنم؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم، موضوع که من شنیدم بالاخره چیزی که باز برادر تشریح دادن، من دو نکته بالاخره مد نظر اومد. یکی بود که اینا گفتن که پدرمو میخوایم چین کار بکنه، مثلا میراث تنها میخوای بده به خواهرها، که یک موضوعی بود که حق از اینا وظای میشد. یک وسیلگی بود، نمیفهم ول بالاخره اگر کسی بهم تو واقعا هم چین مسئله برمیخوره، مشکلی بود که اصراف برادر، چون چیزی که اینا گفتن که ما سالای پدر و مادر رو تا رو خشک میکنیم و فلان زحمت و اینا میکشیم، ولی میراث خورم پدر مایه بده کس. اگر به نیت میراث اینا تا رو خشک کرده بودن که وای بال اینا واقعا. و دوم از اینکه اگر این کار رو هم میکنن
بالاخره هیچ وقت منت به روی پدر مادر نیه و نبایدم از همچین الفاظ استفاده کنن که ما سالا کار کردیم و بالاخره پدر ما این کار میکنه، چون با این کار اونا به تحقیق که بالاخره یا به 100% رای بشته بخواهم وار کردم و هیچ منت به روی پدر مادر نیه. و بالاخره گذشته از این موضوع انشالله که منت به روی پدر مادر نگذارم و دوم از این که بالاخره در جامعه متاسفانه فعلا بر ترتیب که از حق زنا بالاخره پایمال علاقش در بحث میراث که فکر میکنم از میراث چیز حلال تر هم وجود نداره برای بالاخره اوراد یا برای وارثین از او. خب دیگه توصیه ما به پدر و مادر یا بالاخره به همین فامیل همینه که بروی چیزی که حق خدا گفته، الحمدلله نیه که حق مثلا از طرف احمد محمود پارلمان یا هر کشور باشه، حق که از طرف خدایه و انشالله کسی هم که حقی که خدا رو گفته عملی بسازه انشالله خیر دنیا و آخرت نصیب از اون. چقدر در جامعه امروزی ما نه تنها افغانستان در تمام دنیا حق به حق داده میشه یا از طرف پدر یا از طرف برادر؟ ولایت یک بحثی هست که هیچ وقت ما گفته نمیتونم، ولی چیزی که میبینیم اگر از یک جهت نگاه کنیم رو به خوب شدن، ولی از جهت دیگه میبینیم که رو به بدتر شدن. ولی الحمدلله اگر ما شما از زیر یک نظام اسلامی واقعا عادل زندگی کنیم انشالله ما فکر میکنم که جلو از این مسائل گرفته شه و روز به روز کمتر شده. من در کل شخصا خوشبینم، فکر میکنم که انشالله روز به روز بهتر میشه و روز به روز بالاخره هم سطح علمیت پدر و مادر و خواهر و برادر بالا میره و هم از نظر حکومتی انشالله از نظر نظام اسلامی انشالله ما میتونیم که به حساب رو به پیشرفت ما میتونیم که انشالله از جلو از این مسائل گرفته شه. اگر پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف بیارن ببینم که اکثریت، چون ما در داخل جامعه هستیم درسته، اکثریت از اینا حق خواهر خور نمیدن و اگه این حالت بیاین حال این امت خور بیالت ببینن چی خواهد گفتن برای مو شما؟ حالا جالب است، سوال جالبه. من اول فکر میکنم که حضرت پیامبر بالاخره چون خیر البشر بودن فکر کنم که شاید به نحوه این چیزا برای اینا رسونده شده باشه که بالاخره چون بلد چیزی که در احادیث و روایات اینا هست پیامبر شاید آگاه باشن از حال امت خدا در این زمان یا بالاخره آخر زمان هر وقتی که باشه. ولی من فکر میکنم اگر حضرت پیامبر با همچین صحنه بر بخورن او گریه و زاریایی که در حق امت میکردن فکر میکنم اونا رو باید چندین برابر میسازن و خیلی خور بیشتر رنج میدن به خاطر امت، چون واقعا متاسفانه حال اگر بود منفی رو نگاه کنیم روز به روز از چندین بابت بهتر شده میریم. ولی به هر حال خدا همه ما هدایت کنه، خدا انشالله در خیر بروی ما و جمعی مسلمان ها واکنه انشالله. اگر یک شرایط فراهم بشه و آرزوی شما، آرزوی ما، آرزوی تمام امت محمد صلی الله علیه و سلم برآورده بشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم به حال با جمع صحابه خود با جمع عشره مبشره تشریف بیارم با شما ملاقات بکنن که عشق پیامبر در قلب شما هست، لحظه که داریم با پیامبر ملاقات بکنیم اون لحظه به شما چی حس پیدا میشه؟ داریم چری مبارکشان رو مشاهده بکنیم و لحظه که اینا رو داریم ببینیم چی حس پیدا میشه و چی درخواست از پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم اون لحظه؟ حس که من نمیتونم یعنی تصور کرده نمیتونم واقعا تجسم از اون صحنه مشکله به هیچ عنوان، ولی در بحث درخواستی که من از پیامبر داشته باشم فکر میکنم دیگه هیچ درخواستی وجود نداره، چون برای هر مسلمان از نظر من اول لقای الله بعد از او انشالله بچه نشستن در کنار پیامبر یا دیدار پیامبر و فکر میکنم هیچ درخواستی از این بالاتر نمیتونه باشه بعد از لقاء الله. این حق نداره، هیچ خوهر حق نداره. امی خوهر چی حق داره؟ ما 5 لک روپیه پیر رو میراث کردشته برا جگر، 5 لک روپیه میراث کردشته اونم مایه بده برای 2 تا خوهر، 3 تا برار ما عمر خورور خوش کردیم تر کردیم. انه شما یک دقیقه وقت بگذار برادر دینیتونم با ما وقت بذار همین پیر رو بفهمون. ای برادر ما به ارتباط میراث گپ میزنه، آیا وقتی که ما دختر میدیم به عقد ازدواج دیگه باید ما برای میراث بدیم یا ندیم؟ حق دارم. بله او که به خانه شما رفته دیگه اشپازی رکم است. مرچی دو خواهر و یک برادر میراست مرور که دو 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 خواندی دیو ورور سر برابر دی در پلار سی میراست پاته سی چه منا دره ورنه شپش خواندی در قدر ورن تو مساوی میراست رکی در شپش خواندی ار دو خواندی پی وروری صاحب دی و در پلار دو تو کانه دی پا دی که در شپش تو کانه دی مثال پر دو خواندو پری به خور دو تو کانه رسیش او دغه ورون ته به ګورته مساویه کړ کی دوه خونی پر ورور حساب دي. از نظر شما در جامعه امروزی ما چقدر به هر حال پدرها یا برادرها حق خواهرها را میدن؟
یعنی تقریبا چقدر به شما واضح تر بگم که یا پدر است یا برادر است حق خواهر میدن واس خود مر چولن خدا را کنده چه پسل پیستادی که نیمه پیستاده در شد زک کسر آور که اینه واس نظام خو در تعلیم مکل خورل سویدی نور خمشو را تعلیم مکل نست اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم بیام در این جامعه گشت و گذار بکنم ببینم واقعا اکثر پدرها اکثر برادرها حق خواهرار نمیدن و این حالت این امت ببینن و بعد پیامبر صلی الله علیه وسلم به اونها چی خواهد گفتم کسانی که حق خواهر زایی کردم حق دختر زایی کردم حق اینار نمیدن نبیم برای خونم پایدی سوی که ثابت ده چی باید حق ورکی ده خبرش منکر سه کپیره نبیم دیوه عجیست چی کپیره ده منکر سه کپیره هم دو کلمه صحبت کنم بگیم امی دختر چی حق داره به میراث هم دختر حق داره که برادر ما زحمت کشیدیم ما خوشگتر کردیم مریض بوده با دختر بردیم پس سه کنیم انال یک بحث هست که همی بچه اقدر زحمت میکشه اقدر تلاش میکنه که شما میگیم شریعت آخه ما هم همینجا حق داریم پا و پای نگرفته چی حق داره که باز شریعت بشه حق بده سلام علیکم وقتی که برادر دیدی بحث میراث بود بحث از این بود که حق نمیداد شما چی فکر کردی؟ چی به دلخو فکر کردی که چرا این گپ رو میزنه؟ حسی که کردی، دیدی که شما دیدی نسبت به صحبت های این برادر چی داری میگی؟ این برادر گفتم که ما دو برادریم و دو خواهریم پدر ما به خواهرها حق نمیده جوابی که بذار برادر ما دادم وقتی الله حق به یک کس میده شما کینه پدر کینه که معلوم کنه فقط جواب ما به برادر که جلوتر سوال کرد به بود که اینا در کل محکوم قرار گرفتن خودی هم داشت میگفت که نمیدیم ما همیتون که پای ما شنیدون نیست بلی هم میگفت و میگفت که شما و پیارم بگیم که شما دختر چی حق داره دختر چی حق داره در حالی که الله میگه همون دختر هم که هست 100% حق داره در این شکی نیک حق داره جناب غریس محترم از دید شما در جامعه امروزی ما چقدر پدرها برادرها حق دختر خو یا خواهر خو میدن یعنی دیگه چقدر زیر پا میشه یعنی زیاد زیر پا میشه چند جریاناتی که هست که ما که ما زنگ زده میشه و خلاصه سوال میکنن و امو بحث و مباحثه که میشه یعنی حقیقتا خیلی زیاد حق دختر را نمیدن میگن ما حق دختر را بدین و بچه مردم بدیم ها بچه مردم بچه مردم به کسی خواهی کنم بچه مردم بخون مصرف میکنم در حالی که الله متعال میگه همه دو برابر که هست بچه حق داره یک برابر یک حصه دختر و دو حصه بچه حق داره اگه هر پدری که حق دختر را میخوره در میدان محشر به حضور الله باید جواب بده چند فیصد اهمیت میدن؟ یعنی اهمیت که حق به حق دار داده شه حق بدن چون الله برش حق داده چقدر چند فیصد اهمیت میدن؟ یعنی فکر کنم که 80% حق داده نشه استغفر الله جناب قریس محترم اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم بیاین حال امت رو ببینن که بفرمود شما دید شما ای هست شاید خیلی کسا هست که 80% حق داده نمیشه ای حالت امت خور ببینه به امت خود چی میگه پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی واقعا بسیار جای افسوسه پیامبری که چقدر زحمت کشیدن، چقدر رنج بردن که کار کردن که جای تأسفه که پیامبر اگر دوباره زنده بشن و بیاین حال از این امت ببینن حقیقتا بسیار بسیار جای تأسفه وقتی که الله برای کسی حق میده، کسی که محروم میکنه حقیقتا دیگه 100% در این شکی نیه که پدر مورد دختر مورد ظلم قرار گرفته و باید پدر در مقابل از او جواب ده باشه اگر یک شرایط فراهم بشه پیامبر صلی الله علیه و سلم تشریف بیارن اگر تشریف بیارن به دنیا ظرف یک دقیقه با شخص شما قاری صاحب ملاقات بکنن لحظه که داره با پیامبر ملاقات بکنین چشما شما به صورت مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم بیفته اون لحظه به شما چی حس پیدا میشه او لحظه چی درخواستی از پیامبر صلی الله علیه و سلم داریم ملاقات میکنیم یعنی بسیار خداوند نصیب کنه دیگه حسش یعنی
هیچ به زمان برابر نمیآید که ده نمونه شد. فقط همون زر فکر میکنم که دیگه شاید صحبت کرده بجده و نتونم. چیزی که پیامبر توقع داره از ما، چیزی که پیامبر به سر ما اعتماده که پیامبر به سر ما داره، ما پیامبر کاری نکردیم و چگونه چشم ما به چشم پیامبر بفته صلی الله علیه وسلم. با جمع صحابه خود دارم میان دیگه، این ابوبکر صدیق هم دیدی، حضرت عمر فاروق دیدین، عشره مباشره دیدی. اگر خداوند نصیب کنه پیامبر رو در رو ببینیم، الله نصیب کنه، یعنی ما که حقیقتا کار نکردم که رو داشته باشم با پیامبر. بدر داریم ما اینجا دو تا خواهرم سه تا براریم واجه برار و 5 لک روپیه این ماه با ما پیشکش به حساب همین میراث بده، 5 لک روپیه خور ماه بین دو تا خواهرم چیز برسه او برادر بوز به برگ میرسه همین 5 لک روپیه. از دختر چی حق داره که باز ما خوشکتری بوده، مریضی بوده، مشکلاتی بوده، کشفهش بوده، 20 سال ما زحمت این بکشیم، حالا 5 لک روپیه این بیامده به ما میگه که انا سه که بابا ما دیشه داده حساب به من نمونده، ماه مبارک رمضان دیگه گپ زده من نمیتونم انا برادر انا صحبت کنیم خود اینا بلکن که گپا از اینا به سر شما تحصیل کنه. ما دیگه یعنی بره پول میری به زیر دو تا مرتکب بخونه مرتکب ببری که اونجگاه چه کار شه هم به ما چی برسه؟ ما ست تا براریم اینجگاه زحمت رو کشیدیم به تو خوشکتر کردیم، آن شما گپ زخده یزی شما چی میگی برا جان؟ باگه شما زحمت حال خود پدر شما مایی بده ما دیگه گپ اینه باشه بود که حال زنده بسه کنه بخوار بخوار چی آخو هیچی همی سه کنیم همی پدر شما اگه اما نهی پنی نه که با شما یک کم بده حق داره اختیار نه آخو بس عدالت پا چه کار شد پس ما زحمت ما چه کار شد من میگم همی شما اول بفهمون آنه بابا جان سه کنه شما گپ زخده یعنی مدگه اصاب من نمیکشه آنه خود شما قلب زنیم خودیم بله مامو جان خوبی؟ اشتره ساعت خوبه بابا جان های به چی شما میگه تمام زحمت شما ما دیگه اصلا یعنی ما دیگه سر ما سوس کشیده ما دیگه شما عیاد داره سه کنیم سر ما دیگه سوس کشیده از این شما عیاد نمیدشتیم او دخترها شما حق میبار شما های پول خوب چقدر در جامعه امروزی ما اهمیت میدن برای حق دادن پدرها برادرها؟ حالا به نظر من خیلی کم خیلی کم خیلی کم چند فیصد تقریبا؟ یعنی 50% هم فکر کنم زیر 50% باشه. 50% یعنی پدرها برادرها حق نمیدن؟ نمیدم نه. اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم تشریف بیارم حال امت خور ببینم که به دید شما تقریبا بگیم که 50% حق داده نمیشه، یعنی پدرها هم حق دختر خور نمیده، برادرام هم چی حق خواهر خور نمیدن، وی حالت ما رو ببینه به ما چی میگن؟ به خدا خیلی متاسفم یه چیزی که اونا حق دادم، یه چیزی که امت اینا در قیام اینا میکنم واقعا که رنجاوره. اگر شرایط فراهم بشه و آرزوی شما برآورده بشه پیامبر صلی الله علیه وسلم تشریف بیارن با شخص شما آقای شریفی عزیز ملاقات بکنم، لحظه که داریم روح در روح پیامبر ملاقات میکنی اون لحظه دیگه چیزی نمیتونم و اون لحظه چی حس به شما پیدا میشه و چی میخوای از پیامبر اون لحظه؟ از پیامبر دیگه او دیگه چی بگم دیگه؟ اول خیمان قوی، دوم آرامی وطن. همان خدایی که مرد را آفرید زن را نیز خلق کرده است، خدایی که برای مرد حقوقی را تعیین کرده است برای زن نیز حقوقی را تعیین کرده است و اصول و چارچوب قرار داده است که مسلمانان حقوق یکی دیگر را بدانند و به آن مراعات بکنند. یکی از همان حقوق همانا میراث است. برخی از افراد هستند که میراث دختر را نمیدهند به خاطر که ننگ دارند یا بالاخره شکار هوا و هوس و از همه مهمتر تکبر خود شدن، در صورتی که قرآن می فرماید که ای مسلمان ما به تو این وصیت و دستور و سفارش را می دهیم که حقوق زن را نیز با آنها بسپارید. وقتتان خوش، الله نگهدار.